بابا بابا بگید تو اینجا چیکار میکنی؟ چرا صدای موتور میده؟ من جرم داره برو یه خواب برو بودو 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 جرم تو برای حسابی کوچا آزو باره تو شد کردی؟ بچه رو چیکار داری درستشون برو بگی بخواب بگم بیشه بابام بخواب نه بیدار شد خوبه همینجا بخواب همینجا بگی بیا بخواب چه صدایی آخه؟ چه صدایی آخه؟ یعنی میخاره میخاره؟ خب بخارم اینجوری بخارم از تو میخاره بلند شو ورزش کن نگاه کن بابا رو شنا بریم بودو حاضری؟ آره؟ او بابا هید برو هید برو تو لباس رو عوض کنم برم درسی بودو سلام صبح یک دو سه زنگ مدرسه چهار پنج شیش بچه ها به پیش چه؟ کجا رفتی؟ بابا مردم به خاطر ما دارن میان شب گرفتار شده سیگارتو خاموش کن نمیذارم ببینم چرا اینجوری؟ چی؟ چرا اینجوری؟ بابا آفتاب افتاد تو چشمون دیگه جا خوبه رو خودتون برداشتین خیلی خوش بگیم آقا یه چیزی بگو همینجور وایستاده داری من نگاه میکنم خدا رحمت کنه. آقا توفیق کو. همین دور و برا هستن. بفهمید. حال کردیم اومدیم. صفا باش. خوبه. سلام آقا. آقا خیلی ممنونتون. سلام آقا. آقا تشکر. خیلی زحمت کشید. بفرمایید. خیلی خیلی ممنون. شوهر دخترم بود دیگه. نشفتی؟ سعیده. آره. کچل بود که. مو کاشته. دخترم هم دماغش عمل کرده. آره. رفتن تو کار زمین یه دم دستگاهی را انداختن باده دوستو الان هر چی میزنه تو کار زمین چوب میشه وزش میخواستن دخترمو رو بدم به من این سعیده چی شو رفت گرفتش نه ده من نخواستم عمو هم یه جهازی داد به دخترمو از فرش دست باف گرفته تا یخچال سایت و مبل و خوبه بی نداره گریه نداره که آقا آقا من دارم سیگارم میکشم عزیزم نه سمالش نیست من سلام عرض میکنم کامران شریف هستم صمیمی‌ترین شاگرد آن مرحوم چیه ارتباطات چیه؟ مگه اخبار داری بیه بیمونه تو یه برو تو نمیخواد بدو اوستو من واسه کار دیگه اینجا باشدم ها یه برو بابا باشدم سالون خالیه بیا برو باشدم چیز نشه دیگه چی؟ بابا نکشم آها چیز نه اینجا باشده بیا برو بیا نگه بیا برو آره برو برو تو این فیلم برداره دیوونه هست آشنا کیه؟ خدا رحمت تصمیه درز میکنم آقای توفیق اشنه غم آخرتون باشه قربان شما لطف داریم ممنونم خدا بیاموزه من عجب مرد نازنی بود آقای اجباری اسم شما رو چرا ننوشتن؟ پیش میاد دیگه حقی کیه؟ بفرمید تو خواهش میکنم بفرمید مواظب باشید بفرمید بفرمید اینجای تو؟
دیدی مادر تو یه شاخه گل نتونست دستش بگیره بیاد ها؟ فقط ایراد بگیره. پس برای چی بایستاده اینجا؟ با بایستاده که بایستاده؟ ای اینجا زنونه است و زشته. خب اگه تو مرد نیستی خب اون طرف مردونه بایستاده ایدهاش ای تو که مرد داخل آدم حساب نمی کنه. خوبه تا با ما کار دنن توفیق توفیقشون برا توفیق برای اون ون توفیق به این ون توفیق نمیدونم کوبیده بیا توفیق چندر میخواه هم یکی کارشون تموم شد دیگه هیچ خیلی خوب ببین که بسی صفره آره شنبه ها دو شنبه ها ببین بعد به استاده موجه خیلی نزدیکم بگه نمیبینیم مرشد چیش قبل نیست بریم پخشی گریه کنه دیگه بعد اینجور چی رو گریه کنیم عشقم دیگه در نمید خوش شده عشقم توفیق نگفتم اون مدارو بردار بیار اشک در میاد خیلی خوب بود خیلی بود سر خودش حالا الان اینجا باید خودمون گرم کنیم آره دیگه باید خودمون یه کاش میکنیم هیچ گریه نمیاد بچه جون دستشوی کجاست چرا این ریختی بود دخترمو بود دیگه برو خشته بزنی خودتون رو سلام علیکم آج خانم خوش اومدیم قربون شما لطف کردیم آخه هم نبینی که برمز که برمز رفتی رفتی پایسته دیگه برو دیگه چشم اوش سبکو ببینم کجا میری درسته دشوی بینجا بینجا ببینم همه اون تو بودی چی میگفتن میگفتن حیف این بچه غلط کردم دیگه چی میگفتن میگفتن حلواش بومید حواش پو میده چی بگم مادر توفیق هم دماغه هست برو برو قربون میشه برو همه آخرش میشه خیلی ممنون زحمت کشید خدا شما رو کجا رفتی تو بابا همه سراغ تو رو میگرفتن حالا فکر میکنم بین ما دعوا شده وایس اینجا دیگه رفتم سر بزنم ببینم تو زن اون چیزی که همون کس نباشه بعد میگه چرا اصلا تو اعلامیه نیست بفرمایید خوش اومدید بفرمایید دیگه وقتش بود. بفهم اصلا. نمیتونم. ببین خوشم. جانم. مرز این که تموم شد میوار رو همه رو جمع کن بریز تو ماشین. ببین چشم. چی کار میکنی؟ مگه این قاشق چرخوریه؟ همون کارو میکنم. بابا شورشو در آوردی ها. بابا صدا تو بیار پایین. چه چه؟ چه میدونم چه تو؟ قربان نیستم. خوشم. من فکر کنم اومدم تو خونه این شاکیشو داره واسه من چه فرقی میکنه بابا این خونه مال خودتونه از اولش ما هیچ ادعایی نداشتیم من فقط میگم حدیث این بقیه چیزا باید روشن بشه بد میگم چی؟ من با تو حرفی ندارم توفیق مشکوک حرف میزنی میگن یه وقت باید واسه نونوایی دندون تیز نکرده باشی آره اون صاحب داره حواست باشه گفتم کسی با تو حرف نزد من دارم با آقا صابر صحبت میکنم بابا اینو میریزی بیا خب آقا صابر صحبت کنم بیا نادر درست میگه درست میگه بله درست میگه این داره درست میگه من بله. میگم بیار پاری جل مسجد هم میره بلند صحبت میکنه نمیارم بابا آقا چی با خانداداش من اینجوری صحبت بابا فکر کردی شما حال گیر آوردی بابا 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 نمیدونه چه خبر شد آقا آقا مادر آقا توفیق دعوا بزن بزن این اونو میزد جمعیت چیشه شکرد بلان آقا آقا توفیق هم همچنان شتلق زد تو گوش آقا نادر زد تو گوشه؟ بگو آقا جلال آره درست میگه از جوری زد تو صورتش بزن دعوا بزن بابا واقعا آقا توفیق زد تو گوشت؟ کی گفت؟ آقا هوشنگ آقا هوشنگ غلط کرد ما داشتیم بازی میکردیم چجوری بازیش بود؟ بازی دست اینجوری دست اینجا بگیر
اینجوری میگیریم بعد میذاریم رو دست، فکر میکنیم زدیم تو گوش، اینجوریه دیدی؟ میخوای ببینی؟ یا اینجوری بگیر ببین زدم رو دست، ولی فکر میکنیم زدن تو گوش. اون بازی بوده. چی بازی بود؟ اون که زد گوشه ما خودمون دیدیم، بازی بود؟ دستتون بذاریم؟ بله اینطوری؟ اینک صاف. بله صورتت هست چی کار میکنی؟ اوه نوشی جانی حالا دیدیم بازی بود؟ بله خیلی ممنونم. آقا صابر ما حرفمون رو زدیم. خب بفهم اینجوری مشکلات حل نمیشه. آقا صابر دو نفر خیلی با هم صحبت کردیم، به این نتیجه رسیدیم که یه حاکم پیدا حکم. یه حکم پیدا کنیم که سوء تفاهم‌ها رو از بین ببره. یه بزرگتر، شما خودتون بزرگتر از هم هستید، سرد و گرد کشیده این دنیا دیده این، یه فرد مطمئن پیدا کنیم تمام قال قضیه رو بکنیم دیگه. آقا صابر انتخاب کنیم. آره دیگه آقا صابر. آقا صابر چی شد؟ هر چی من میخوام خودم رو کنار بکشونم برگردم برم همون گوشه عزلت خودم نمیذاریم. آخه بابا من کی هستم که بخوام نظر بدم؟ ها؟ کی هستم؟ دیگه خسته شدم، خسته. من دیگه خسته شدم بس که چشم میبینی؟ میبینی بجد؟ میدونی ما عزا داریم؟ کجا مجازه؟ بجد؟ یادم نیست من دیگه خستش. در مورد این قضیه من نظر خودم رو صاحب نمیدونم. ایوان ولی چیزی که میخوام بگم عقیده آقامه. روز آخر آقام منو کشید کنار گفت صابر. گفتم بله آقا بذار دستتون رو ببوسم. حتما نذاشت. چرا؟ اتفاقا گذاشت، گفت ببوس. گفتم بله آقا. گفت من میدونم بعد از مردن من بین شماها سر ارث و میراث اختلاف پیش میاد. گفتم آقا جون بذار یه بار دیگه دستتون رو ببوسم. این دفعه نذاشت. چرا؟ این بارم گذاشت، گفت ببوس. ولی بار سوم نذاشت، گفت نبوس. گنف شدی؟ گفت صابر تو باید به عنوان فرزند ارشد خانواده خودتو حکم و داور کنی. به جونتون، به جونت آقا جون. گفت من از خودم در نمیام. تو واسه حکم؟ آره جون. من گفتم آقا جون خواهش میکنم من از این ماموریت معذور بدار. من به جونت دارم میگم. گفتم من عطای این دنیا رو به لغاش بخشیدم. منو ببخش. منو بزازی. به جونت دارم نه دارم درست میگم. آقا جون گوش میکنم. اصلا من نمیخوام. یعنی از اولش هم من نمیخواستم. نخوا. منو احمق بگو که نشستم پیش چند تا دنیا دوست مال دوست خودمو کوچیک دارم میکنم. آقا صابر چرا عصبانی میشی؟ بفهم بشین. اصلا من اینجا چیکار میکنم؟ جای من اینجا نیست. اون کباب منو بده من برم اوشن. کباب منو بده برم بابا. پیاز نه اون یادت نره. کجا میخوای بری؟ چیزی نشده که حالا داداش که. دیگه میخواست چی بشه بهش بس بره؟ بهش میگن حکم تعیین بکن میگه خودم. آقا صابر آقا اجباری درست میگن. کسی باید حکم بشه که تو این قضیه زینف نباشه. مثل من. من نیستم. ورسا یه دونه سیخ برده بیار. تو زینف نیستی؟ مزخرف نیستی؟ اصلا تو چی کار میکنی توفیق اینجا؟ بابا یه بحث خانوادگیه. اوشنگ اینو به دست بری. تو چی کار میکنی این بسر؟ خب اصلا حرفای ما تموم بشه بعدم برگرد دیگه. کش بفرمایید. بین شما اجنبی نباشه بهتر. بله بفرمایید. بارا سعید بفرمایید. یه جمع بفرمایید. بفرمایید. دیگه چیه؟ خلاصه بده. با ندی بابا این دو تا حرف قطع. تو منو نمیشناسی؟ برو حواسم هست. حواس تو جمع کن. ببخشید داداش. خب داداش الله اشکال نداره ما یه حکم انتخاب کنی؟ نه من مشکلی ندارم. خانمو انتخاب خوبیه ها. خوبه خانمو دیگه. بیا جا دنبال درد سری مسیحی ها. بابا اون اگه بیاد میخواد حرف بزنه همینجوری ازش بکن بابا.
خوب نیست؟ من میگم شوهر عمه منیره چطوره؟ بهتره؟ داداش، اون فقط شما رو دوست داره. من گفتم میخواد اونو بگه. فقط فکر خودتی دیگه. خوب نیست. هر کاری میخوای بکنی. نصرت خوبه؟ نصرت خانوم؟ نه آقا، نصرت پسرموی آقا جون. آره. اونم خوبه. داره شماره شو. حفظم. بگیرم. بگیرش. این خوبه نه؟ آره. جواب بدم. الو. الو عصمت خانم سلام. عصمت خانم. بهشتم. دختر حسام. آره آره. قول. سلام برسون. نادرم داره سلام میرسونه. صابرم هم تو. خوب خوب. گرفتاریم دیگه. نمیشه. آره آره ببینم اسمت خانم جو میتونم با همون نصرت صحبت کنم؟ که؟ نیست؟ همون نصرت؟ چه؟ میگه شیش ماه مرده زهر مار؟ الو دستیت رو یاد طرف نادر خیلی ناراحت شد چرا نمیدونم؟ ما الان فهمیدیم خبم غم نبینی انشالله آخه آخه آره آره چی؟ آقا آقا حرف بزنی آقا 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 یادم رفت به اینا بگی اسفند خانم جو ببین هل نکنی ها آره یواش یواش آقا پرید سه روز پریده آره خط بشم تموم شد آره نه قربونه دارم خبرت میکنم نه مطمئن باش مگه میشه شما نباشی باش باش سلام برس قربونه دارم خدا از خدا خیلی بد شده چی گفت فهمی؟ چی دیگه پرید اونم پرید چه دنیای بدی شده بومارم نمیشه از عجب روزگار بدی شده هیچ کس از هیچ کس خبر نداره نوبت ما میشه تو رحمتت کنه ان شاء الله بشین نادر جون بشین خوبه پات درد میگیره بشین آقا ماشاءالله خوبه ها ها آقا ماشاءالله دایی مامان مادر جون آره 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 داری شماره شو آره من اتفاقا من آره شماره شو سیف کردم اینجا شماره اونو دارین آره بابا من شما رو پسرش رو داشتم یه مدت یه چیزایی ازش میگیرم داشت زودتر میگفتی آنتن داری؟ الو الو پاشو پاشو دادش پاشو آنتن نمیشه الو الو توفیق بله آقا سلام این شماره ثابتت کار میکنه؟ بله تلفن ثابتو میگم ها بفهمه تو بفهمه چه چه کار میکرده؟ بال بشوه نیستم دایی جان سلام خوب هستین؟ دایی جان میسه که به جانایی بردین صابرم صابر پسر حسامت دیگه بابا صابر موقعی که من بچه بودم میومدم خونتون با پسرتون منصور میرفتید تو باغتون شما ناراحت میشدی با چوب دنبالمون میافتادید بله 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 حالا به جا آوردین ها خوبین دایی؟ فوت کردن ایشون دایی سه روزه خدا رفتگان شما هم بیامرزه دایی جان غرض از موزای من میخواستم اگه میشه یه توکه پا تشریف بیارید منزل ما یه اختلاف مختصری پیش اومده من این سر مادیات دیگه سر ارث و میراث بله 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 فقط دایی جان میخواستم ازتون خواهش کنم قبل از اومدنتون بگم که یکم هوای منو داشته باشین دایی اگه شما پسر بزرگ هست آخه این توفیقی و دامادمون شما ندیدین یک آدم عوضی هست یک مال دوسته اصلا مثل پلنگ دندون تیز کرده برای ارث و میراث بله این پلنگ دایی نادرم که نمیدونم خبر دارین ندارین اونم دیگه معتاد شده یک عملی بی خاصیت حالا ندونم بهتر خاص بی خاصیت خاص خاص که دیگه بد نبود خواست که باید بله بله دایی جان نه همینجوری تفریح سلام میرسونه نادر دایی سلام میرسونه بله خیلی کمک میکنه بهمون بله بله
نه اصلا مشکلی ندارم دایی جان، یک وضعی پیدا کرده بیا ببین. اصلا بدبخت شده، درساری که بدبخت کرده هیچی، زندگیش واژگون شده هیچی، یه آدم مفخور شده، هر روز میاد پول یک قرون. دایی جان یک قرون پول این نادر رو دوست ندارم اینجا پایمال بشه. یعنی بله اصلا نمیخوام در حق کسی اجاف بشه. یعنی بله دایی جان، حالا شما تشریف بیارید، من بعدا خدمتتون عرض میکنم. من اصلا در مورد این قضیه دوست دارم از حق خودم بگذرم دایی جان، در حق خودم بگذرم، ولی بنیاد خانواده حفظ بشه. اینجا خیلی کثیف شده. اوه چی گرد غباری، تو مگه قرار نبود برای من قفقازی بزنی؟ برو به کارت برس، گوش وایساد برای درسته. بابا نگاه نکن. باشو باشو آبجی. سویچ داشو بده. از کجا میدونی میشه منه؟ دیدم ضبطش هم بده. من میرم دنبال دایی. من نمیام. نه خلاصه دایی جان، من اصلا دوست ندارم کسی حق و ناحق کنه. دیگه سفارش نکنم دایی جان. شما تشریف بیارید. اه اه بردم ماشینم، بردم ماشینم، بردم ماشینم، بردم بابا نادر بود مگه ندیدی؟ نادر بود؟ مگه من سویچو به تو ندادم به جد؟ بابا داداش خوهر برادریم دیگه، دارم دیگه خوهر برادریم. این الان میره به یه دونه محقر ماشین مفت میکشه، بعد میره چیز میخره میکشه. ایده چی میگه آبجی؟ همه حالا میدونن دیگه. چی بابا رفته خونه دایی؟ رفت پیش دایی؟ بس من با عمم داشتم صحبت میکردم، این میخواد برای من زرنگ بازی در بیاره، میخواد بره دایی مغزشو پر کنه. من میدونم چیکار کنم. این کامران کجاست؟ من نمیدونم. گفتم کامران لعنتی کجاست؟ صد دفعه بهش گفتم بابا چش از این معتاد کچل لعنتی ور ندا. ایبه داداش ایبه. از دست همه تو من باید بکشم. رفت میشه دایی. آره رفت دایی رو پرش کنه. ای بابا اینک اینکه؟ میدونم بزنم؟ نه خودم. خوشگل شدی. یا دور ستو بیتو یا بلش برو آقا جان، برو برو، یه سکون نده، برو. کامران لعنتی هم هیچ وقت تو دسترس نیست. تو تونستی خونه رو بگیری؟ اشغال بابا بگیر بهش فریده بگو امشب ما مهمون داریم، دایی حکم قراره بیاد. دایی حکم؟ دایی حکم نیش تو ببن دومشو بریم تو چشم بنافش بوشن. بله یه دقیقه بیا اینجا. بله چی میگفت؟ نفهمیدم اوستا. پس یه سمون تو چیکار میکردی؟ داشتم تمیزکاری میکردم. ای خاک اوستا بس داشت زیرا به شما میزن. بس میگی؟ بله تازه با... نادرم فرستاد دنبال دایی، دایی رو خوب بپزه. اه؟ بله بگو به جد اوستا مریضت هم بام شد بینی ببخشید اوستا با شما کار دارم. به جد من دارم میرم آدرس دایی جون رو سریع برام اس ام اس کن. خونه دایی میری؟ آره آره. بودو یاد نره ها. بودو با اجازت شما. قربون شما. کجا؟ کجا داری میره این؟ با تو هم بجد. توفیق کجا داری میره؟ همینجور حرف بزنی؟ دادش گرفت. گرفت؟ بگو فریده بگو من پام برسه اون خونه، اون اینترنت رو از اون سوراخی پنجره پرت میکنم تو. الو همه شلفونه میره تو اینترنت. الو فریده. الو سلام عمه جون. نه بابا اینترنت کجا بود؟ فرزانه داره با تلفن صحبت میکنه. عمه جون من یه ذره عجله دارم ببخشید. بله بله. نه ببین من خودم باید باهاش صحبت کنم. این چی میگی؟ یه لحظه گوشی. نه با شما نیستم عمه. شما چی گفتین اصلا؟ بابا میگم این دختر است فرزانه داره با شادی دوستش تلفنی حرف میزنه. کی؟ خب اینو از اول میگفتیم. باشه چشم باشه باشه چشم. نه ببین من که حرفی ندارم. خب خودت میدونی دیشب ختم آقا جون بوده، زشت شما امروز باشیم یه خواستگاری.
برزنه. آره برزنه. یه لحظه گوشی چیه؟ بگو اصلا به هیچ وجه. برای چی؟ برای چی نداره پر رو هم فنه یه صدا تو میشنوه؟ میشنوه. الو شاید جامعه فریده سلام میرسونه. میگه خودم با تون تماس میگیرم. خودم با تماس میگیرم. باشه قربانت خدافظ. چی میگی؟ کنه است این پسره داره میره ها. خب بره مرخصی شمام شده داره میره پادگان. خب بره بایی من. خب بره یعنی چی؟ خب چیکار کنم من براش مرخصی بگیرم؟ چیکار کنم؟ چرا نذاشتی امشب بیام؟ امشب توی شرایط بناشم بیام بگن چی؟ الان شرایطمون چشه؟ ببین من اصلا دغدغه ازدواج ندارم. من الان به آرزوهای دیگه فکر میکنم. دوست دارم یه اهداف بلند مدت داشته باشم. دوست دارم برم کلاس سفره آرایی، برم گل چینی، همین عروسک گردانیمو ادامه بدم. الان من به این چیزا فکر میکنم. سفره آرایی هدف؟ آره آره چشه. مگه خیلی با همین سفره شروع میکنن؟ خب خیلی خوبه. میشه این حرفا رو ول کنی؟ پسره حیفه. مگه خودت ندیدیش؟ پسر یا بچه؟ چند سال کوچیک‌تره؟ خب از تو کوچیک‌تره که موده. کجاش بچه؟ من از این موده شما خیلی بدم میاد. من پایبند سونا همین دیگه. یه دونه خواستگار پا شده واسه اومده این حرکاتو میکنی. چه حرکاتی؟ نمیدونم چی دادی که من زودتر از خونه برم. من گیر ندادم تو زودتر از این خونه بری. بعد از یه عمر یه دونه خواستگار پا شده اومده تو این حرکاتو میکنی. خب اصلا من اصلا من خودم میذارم جهنتو میذارم تو دهن من. گوشو بر بیرون. عمه گفت مهمون میاد. برو گردگیری کن. تو برو. تمرکزم از دست رفت. چی داشتم میگفتم؟ خاله قربونی، چه واسه منو نگاه میکنی؟ برو بیرون دیگه میگم. خاله قربونی باد اینجا چیکار میکنی؟ بله سلام. تو معلوم از کدوم گوری هستی؟ مگه من نگفتم چش از نادر بر نداری؟ گرفتش کامرانه. الان کجایی تو؟ من الان با چیزم با او با چیزم دیگه. آره آره من پیش نادر. گوش کن من چیت میگم. گوش کن نادر داری میره پیش دایی حکم. مواظب باشه موقع چرت و پرت نگا. خب حضرت خدا حافظ. ببین با تو هم این دایی یه کمی دهن بیر. برو دیگه چند بار خدا حافظ میگه. آره قشنگ مواظب باش. من دیگه قطع میکنم. خدا حافظ. چی شد؟ عزت فکرم راحت شد. خب یه عامل نفوذی گذاشتم تو ماشین. دست درد. بریم خونه. بریم. بریم. توفیق نیست که. بیا ببین. بابو چی بیا. خدا خدا خدا. برو برسون تا خونه. دست درد نکنه. سمینه کجا؟ بابا ول کجا؟ دارم میرم آدرس بپرسم. خب بابا باشه من خودم میرم میپرسم. نه خیر نمیشه تو. نه خیر چه من خودم میرم میپرسم. برای اینکه تو من قرار نیست مراقب من باشی. خب نکشیم. خب تو بری که گاز دادم رفتم. نه عزیز من نه دو تایی با هم میری. ای خدا درو ببن. بابا دو نفر خیر سه گنده بریم بچه رو تنها بذاریم اینجا آدرس بپرسیم. خب بچه رو من خودم میبرم. درستم پیاده شو. بابا رو تو برو تو. بیا میدونی تو این پارک چی میفروشن؟ چی میفروشن؟ مواد فروشن. اینجا بچه برداریم بیانم. غیرتت کجا رفته؟ آره بابا خاک تیم سره. من رفتم قربونت. بابا جونم نمی بری من یه بر بخرم. باشی بابا جون. بابا هر رفت میره عادت ببرده هم یه برامه. بچه بینم جونم فیره کنو بخرم ها. بلا یه دونه واسه من می‌خری شیری باشه. فهمیدی؟ باشه. بزرگ. ها؟ فرشید. فرشید دیگه.
دست شما درد نکنه. دست درد نکنه. آقا شما اگه اجازه بدید ما مرخصی. بابا بریم در دقیقه بشینیم. با اجازه مرخص. به جون تو یه شربه چیزی. بس دست درد برسید. به جون تو نمیذارم. ساجی یه درد دیگه. یه بریم تو. حالا بریم. بذار درو باز کن. به جون تو اگه بشید. الو. کامران؟ ها. چی شد؟ دایی رو برداشتین؟ خب. چی؟ پارک؟ خب معلومه میگه میخوام برم آدرس بپرسم. بس چی؟ میگه میخوام برم چیز بخرم بکشم. خواهی تو اون سرت کنم بی ارزه. آقا گردن تو میشکنه اگه من بینم اون توفیقه بیام این کسی بیام چیز اونتر برسه خونه دایی ها. حیف نون ارزه ندارن. چیه؟ اشته دیگه. چرا؟ خب توفیق آدم خوش میگه. حالا مگه توفیق کیه؟ آقای سجادی بخیر. آقا دست درد نکنه. آقا چایی بخور. آقا یه چایی بخور. اینجوری که بعد شد که آقای کابوسی آقا یه ده دقیقه یه شیرینی یه چایی در خدمت باشیم. ببخشید. یه بالا ببخشید. برم زحمت کشید اینجا. بلا به سلام. خیلی بد شد داداش. چرا؟ همین تا اینجا هم آوردن ما رو رسوندن بیچاره. بابا اینا که فامیل نیستن اجنبی هم دایی هم میاد از اجنبی هم خوشه چیزی رو بانه میکنه. دیش نداری؟ نه از باز شد. بیا تو بیا تو. آقا ماشاءالله. خان دایی. آقا ماشاءالله. آقا ماشاءالله. آقا ماشاءالله. آقا ماشاءالله. خان دایی. نیستی؟ سلام علیکم. سلام. خسته نباشید. مادر جان، آقا ماشاءالله نمیدونین کجان؟ مادر، آقا ماشاءالله خونشون اینجاست، نمیدونی کجاست؟ در میزنم جواب نمیدن. این خانم نمیشنن، شما بلندتر صحبت. آها، مادر جان. مادر جان. آقا ماشاءالله رو میشناسین؟ مادر، آقا ماشاءالله نمیدونین کجان؟ من هر چی در میزنم جواب نمیدن. بازم نمیشنم. بازم بلندتر. مادر جان. مادر من هرچی در میزنم آقا ماشاءالله جواب نمیدن. من نوه خواهرشونم، نمیدونی کجا؟ مادر. مادر. بازم نمیشنم. بازم باید بلندتر، دیگه جر میخوره گلو. خب باشه اشکال نداره. فکر کنم نیستن مادر. آره شما که خبر نداری نه؟ چرا؟ شما میدونین کجا؟ بله. کجا؟ یه آقای اومدن دنبالشون، لباس مشکی تنشون بود. اسمشو نفهمیدین؟ مثل که آقای توفیق بود. درست. خب چرا تا الان نمیگفتی؟ شما با ایشون بودین، با من که نبودین. آه حیفینو. برو آقا، برو پیکارت مزاحم نشه. برو گم شو. چه حرف هم میزنی؟ بله؟ برو برو مزاحم نشه. میشنوه؟ ببخش بجو کار تموم نشو. چرا چرا فرزانه بجو بجو الان دایی حکم سر میرسه. بجم دیگه. آفرین فرزانه که نذاشتی بیان. میگم داداش مردم چه روی دارن. خواستگاری ما تو عزا ندیده بودیم دیگه. بیشعورن اصلا. بی خود کردن، بی جا کردن با تو حرف زدن. بزرگتر باید زنگ بزنه با بزرگتر حرف بزنه. خب آقا غریبه که نیستم، برادر دوستم شادیه. شادی غلط کرد با تو. شادی ببینم همون دختری که دندوناش سیم کشیده؟ بله دیگه. فرزانه ببین اینو تو گوشت فرو کن. تا فریده تو این خونه است حق نداری به شوهر فکر کنی. یا عمه صبر کن ببینم داداش، واسه فرزانه نمیخوام بیان خواستگاری. که بس خواستگار منه. برای فریده دارم میان خواستگاری، نه من. کدوم فریده؟
فریده دیگه. مگه ما چند تا فریده داریم داداش؟ همین فریده خودمون. این بله. چی شده؟ آره تو میخواد خواستگار بیا؟ آره بابا. بخشون تو بهشون چی گفتی؟ گفتم امشب نیان دیگه. پس کی بیان؟ بعد وایسه تا بهش مرخصی بدن، دو سه ماه دیگه. تو بیجا گفتی امشب نیا. من چه؟ ناراحت نکن، من خودم هم دوست داشتم اینا بیان. اصلا شگوم نداره تو این شرایط و اینا. تو هم غلط کردی. خودو گوشی برده بیا، من با بابا صحبت کنم. ببینم بها. صبر کنیم ببینم داداش. چی کار می‌خوایم بکنین؟ بابا زشت بد آبروریزی نکنه. گوشی رو بیار تا بهت بگم. اینجوری کار نشین برای نگاه کنین. بادو بیار گوشی ببینم. بادو. می‌خوام زنگ بزنم بیان دیگه. الان. بس کی بیان؟ بابا دو ساعت دیگه دایی داره میاد. خب صبر کنین، دو سه ماه دیگه میان دیگه. راست میگه بابا، الان ما همه پیرنسیا تنمونه زشت. پیرنسیا بخوره تو سرم. بابا دو ساعت در میاریم بعد میپوشیم دیگه. مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ اتفاقا کثیفم شده این. دو ساعت اینو میشوریم خوش میشه، ما هم کارمون تموم شده. یا فرید. آقا جون خجالت نمیکشید داداش؟ آقا جون بگه بشین تا بهت بگم. چیو؟ چی شده؟ بشین. من بشین فریده. خب بگو ببینم. یاد باشه اینو بشورم. باشه چی؟ گرفتی؟ اشغاله. بازم بگی. بگو داداش. آقا جون روز آخر منو کشید کنار. گفت صابر. گفتم بله. چی شد بابا جون؟ هیچ. نمیدونم بیا چه چرا. میخوام بگم اصلا بدنم میلرزه. این موهای تنم هم سیخ شد. میبینی؟ آقا جون روز آخر منو کشید کنار، گفت صابر. گفتم بله آقا، بذارید دستتون رو ببوسم. گذاش؟ نه نذاش. هیچ. گفت صابر اگر فردا من مردم، حتی فرداش روز ختمم هم بود، برای فرید خواستگار اومد، یه موقع نه نگیدا. گفتم آقا جون بذارید دستتون رو ببوسم. گذاش؟ چرا این دفعه گذاش؟ بعضی وقتا هم میذاش. آره گفت ازدواج فریده واجب تا این موهای تنم هم سیخ شد. بازم اونجوری شده. اینا سیخ میشه. گفتم همش چی گفت بابا جون؟ چی گفت؟ خواهش نمیشه. ما هیچی دیگه. تو از نون شبم واجب تر ازدواج فریده. من بمیرم. چیه؟ بابا چرا میکنی؟ آقا جون میگم گفت. داداش ببین تا کجا رو این میدیده. اصلا از اینکه پیش بینی میکرده یه روزی فریده هم ازدواج بکنه اصلا. آقا جون عقل کل بود. تو هنوز اونو نشناختی. گرفت؟ اره؟ اشغاله. دروغ نگی. دروغ نمیگم، اشغاله. بده ببینم. شماره چنده؟ ردیالو بذاریم. ردیال چیه؟ شماره شو بگو. 22 33 402. تو هم دوستش داری؟ بچه هست خیلی اون. خجالت بکش جلو بزرگتر. خلاصه دیگه شما من بد میگم. این صابر الان 30 سال نشست اون پایین. 30 سال؟ بله. یه عمره. ما چیزی گفتیم؟ هیچی. یه قرون ما از اینا پول خواستیم. اصلا ادعای سهم کردیم. هیچی. من همیشه پشت سرت گفتم، گفتم این آدم پولکی هست نیست؟ بالاخره هست یا نیست؟ نیستی. خدا پدرت پولکی نیستی. خدا خیرت بده. حالا اونا هیچی. این نادر خیلی زور داره. نادر؟ بله نادر. دایی میدونی که معتاده که؟ بله سالهاست. اصلا افتاده توی این مواد بد جورم افتاده. نوش جانش. حالا همین آدمی که آقا جون خدا بیامرز با تیپا به خاطر عملش انداختش بیرون، همین آدم برگشته از اوش آورده رفته طبقه بالا نشسته. طبقه خود اوست احمد رفته بم. نشسته؟ اوست احمد هیچی نگفته؟ اوست احمد دایی که رحمت خدا رفته. خدا بیامرزدش. خدا رحمت کنه رفته بودت. شما هیچی نگفتی؟ هیچی به جون دایی. اگر بگو یک کلمه خاک تو سرت کنم. هیچی نگفتی؟ هیچ. دایی جون اینجا کافی شاپه. کافی شاپ؟ بله. میدونستم میدونستم کافی شاپه. حالا ما چی گفتیم؟ ما به این آدم گفتیم دایی جون مخلص کلوم حرف ما اینه دایی صابر. بگو. بله. سر جاش بیر دایی جون. بله. آخه
چقدر آغاز، چقدر خوبه، همه چی گذشت میکنه. دایی جون حرف ما اینه، مخلص کلوم، ما میگیم صاحب سرجاش بشین، نادرم بشینه، ما هیچ نمیخوایم. سالهای سال اینا از این نونوایی دایی خوردن و بردن، حالا حقش نیست این نونوایی را بدن به ما، ما اینو میگیم حقته، حقش نیست واقعا. همه اینا حق توه. خیلی یا آدم با شخصیتی هستی، یعنی تمام اینا حقته. دست درد. از نونوایی، از خونه، از اون خونه صابر، همه اینا حقت، از خونه خدا بیامرز، اینا حق تو بوده. دایی اینا رو جلوشونم میگی؟ من از هیچ کس رو در واسی ندارم، از هیچ کس. من خود اوست احمد خدا بیامرز به من گفته بگم. اوست احمد؟ بله. گفته به من بگم؟ بله، و همه اینا رو گفته بگم. قبل از مرگش اینا رو گفتن ایشون؟ نه خیر، بعد از مرگش. خب قبل از مرگش گفته دیگه، مرده یه حرف نمیزنه. ما به خیال این شخصیتش خیلی مهمه. بله. جا کافی شابه بده، رودون بر نکن. های ها، یادش به خیر. اینه دایی، خدا رحمتش کن. بفرما دایی جون. دایی جون من دیگه سفارش نکنم. مطمئن باش. خیالم راحت راحت باشه. خیال راحت. چاکردم دایی، من مخلصتم. یه دقیقه من زنگ بزنم. اینجا که امروز رفتیم اسمش چی بود؟ کافی شاپ دایی جون. کافی شاپ. بفرما. بفرما. یالا. من دیگه سفارش نکنم، برو تو. یالا. خب خوش اومدین دایی. سلامت باشین. همه اومدن؟ نه نه، بهجت. بیاین خان دایی منتظر. برزانه، فریده. دیگه. ساکت باشین. خب گفتین سر مال دنیا اختلاف پیدا کردی؟ بله دیگه. البته من نه، من شما رو دعوت کردم که تشریف بیاری خان دایی، مشکل برادرم و دامادمون رو حل کنیم. ببینین فرزندان من، این یک کاغذه، حکم یک انسانه داره، یک انسان. نگاه کنید من یه پاره چرا کردی دایی؟ چرا؟ دایی چون این یک کار هنری بود. یعنی این دو تا کاغذه، حکم دو تا آدمه داره. گوش بدین. پاره نکنی دایی جان، پاره نکن دایی. این بابا ستایی چی میشه؟ ستا حالا پنج تا کاغذ، پنج تا به پنج نفره. خب این پاره نمیشه. پاره نمیشه؟ نه، چون که اتحاد داشته باشن پاره نمیشه. من بابا نادر نه الان بابا شما زور بیشتره. پس بیاین همه اتحاد داشته باشین، چهار پنج نفری اتحاد داشته باشین، با هم اختلاف هم دیگر. دایی جان البته این مثال شما در رابطه با کبریت بودا. بله. آها احسن، فراموش کرده بودم. دخترم چند تا چوب کبریت برام بیار. نه نه نمیخواد. این قصه رو شنیدیم دیگه. حالا شما شنیدین، دیگران نشنیدن. بابا کچل شدیم همه شنیدن دیگه. آقا جون شما کچل شدی شنیدی، بقیه چی؟ من شنیدم. حالا اصلا بریم سر اصل مطلب. بریم سر اصل مطلب. بفرمایید شما، بفرمایید. بگین. خواهش میکنم بفرمایید شما، حرفتونه بزنید من ببینم چیکار باید بکنیم. دایی جان بذار من یک کمی روشن‌تر صحبت بکنم. ببین دایی جان، اگه به خاطر داشته باشین من 30 سال پیش اومدم با خواهرزاده شما وصلت کردم. بله. و از همون موقع هم همینجا ساکن بودم. درست؟ درست. حالا شما برین مراجعه کنی به این وجدانتون انصاف بدون. این خونه مال من و با این دوتا دخترای دم بخت نیست؟ حق شماست. بفرمایید. چون دو تا دختر دم بخت داریم. فرید اینو بنویس. خب الان وایسا خاندایی جان. درست گفت. وایسا. درست. خاندایی جان. قربون نفس. ببین من 5 سال از آقا جون خدا بیامرزم هیچ چیزی نگرفتم. خب الانم خونه زندگی خب رب داره اجازه بده. خونه زندگی درست حسابی هم نداره. هم حقش نیست که با این بچه بلندشیم بیایم جایی که آقا جون منشسته زندگی کنیم. طبق بالا حقته، چون بچه کوچیک داری،
چون یه دختر بچه پس حقمونه دیگه اینجا حقته ما اینو بنویس چی بنویس؟ ننویس وایسا چطور اونو بنویسه؟ نادر حق دارد نادر حق ندارد حق دارد طبقه بالا بیاید با بچه اش بنشینم بنشینم البته دایی جون اجازه بده اجازه بدین دایی جون آقا جون ایشونو به خاطر بله 5 ساله که از این خونه اصلا پردش بله. کرده حقش هم گرفته دایی جان حقش هم گرفته اینه یه جا دیگه هم گفته بودی کجا بود؟ تو کافی شاپ دایی جان کافی شاپ دایی جانو برده کافی شاپ؟ خب حالا بجد ولش کن بجد صد دفعه گفتم شعار دعوضیه حالا تکلیف چیه دایی جان؟ من دارم میگم ببینید دایی جان نادر هنوز که هنوزه بعد هنوزم ترک نکرده حالا شما بگیم این ارث بهش میرسه یا نه نه بفرما بنویس فریده اینو بنویس دایی اگه تفریحی تفریحی باشه چی بازم نمیرسه نه اگر نادر تفریحی بکشد تفریحی بکشد ایرادی نداره نارد ننویس دایی جان همینجوری بازاری یه چیزی هم پس هست ببین آره دایی جان اونجایی که صابر میشینه این پایین بله 60 متر از اون طبقه‌ای که من قراره بشینم خود شما گفتین مورد نداره بزرگتره بزرگ. این ما به تفاوت چه نباید بده؟ ما به تفاوت چه باید بپردازه به شما بده نه این رو بده هم ما به تفاوت را صابر پرداخت کنه این درست میگه بعد دایی جون لطف کنین تکلیف نونوایی هم این وسط مشخص کنین از همه باید حالا که خونه ها به آقا صابر به آقا نادر رسیدن به تنها دختریشون که آقا جون اینقدر دوستشون داشتن یه نونوایی کلنگی 60 متری نمیرسه چرا؟ چرا؟ حقته دختر بزرگشه دوماد بزرگشه دایی جان با آقا جون گذیت کلی میشه اجازه بدین آقا جون خودشون هم اینو به شما گفته بودن اتفاقا به من گفته بود تموم شد بله چی میگیم دیگه؟ قبل از مرگشون یا بعد از مرگشون؟ بعد از مرگشون که کسی حرف نمیزنه مرده خب قبل از مرگش گفته تموم شد بنویس بجن اون رو اضافه کنیم یعنی دایی جان من که 30 سال تو اون نونوایی کار کردم بعد آقا جون چیزی سفارش نکردن در باره شما چرا؟ در باره شما هم سفارش کرده چی گفتی؟ 6 دانگ مغازه مال شما ای بابا دایی جون نونوایی رو شکرد حرف نباشید تعطیله کرد چی چی تعطیله؟ فعلی بازم هست اون نونوایی رو الان گفت مال بجد کجا گفت؟ منو گفت دایی جان اینجوری نمیشه که هر چی که ما میگیم شما همونو تایید میکنید اونی که به من گفتن من میگم بابا جان بجه ببین صابه هر چی میگه درست صابه دیگه چیه چیزش هست چی بابا این سن نونوانه الان میگه حق و بهجت هست حق تو آمد نه بابا منم الان بگایی و خونه مال منه بهجت هم گفت اون اولش قاطی کرد آقای امتحان بکنم ببینی امتحان خانده جان بله ببخشید ما یه چیزی مونده موندیم که بفرمون سهم کی میشه برج میلاد دیدین حق توه برج میلاد هم حق تو برج میلاد شد مال من بله خب برج میلاد حق توه خدا این صد کرج مالکی اونم مال تو بله بله صد لذیانه بده بگیر میشه برای شب حق منه واقعا خوش گذشت خیلی خیلی ممنون خدا حافظ دایی جان دایی جان واقعا تمامی مشکلاتمون حل شد آقا از این به بعد هر وقت حکم احتیاج داشتیم یه راست میریم سراغ دایی جون اسمش چی بود؟ کافی شاپ دایی جون کافی شاپ اسم پدرتون چی بود؟ سامان آره فکر کنم خودش بود خدا بیامرز میگفت یه نون بیاتم که باشه بازم نونه خمیرش از گندم گندم هم برکت خداست حکایت شماست بچه های من شما خمیرتونم پاکه خدا حافظ دایی میخوای برسونیم؟ نه دایی میرم قدم میزنم خدا حافظ